با سلامی دوباره بیننده و شنونده بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من پریسا صادقی. سخت خبرها. محکومیت گسترده اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله تهرانی. علی کریمی از انتقام مردمی گفت گوهر عشقی نام این جانباخته را جاودان دانست. سازمان حقوق بشر ایران هم از جامعه جهانی خواست به جنایت جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد. پدرمون حکم اعدام دادن به خاطر رضای خدا حمایت. استمداد مادر سامان یاسین از مردم و نهادهای بین‌المللی، نگذاری جمهوری اسلامی پسرم را اعدام کند. خانواده حمید قره حسنلو هم برای جلوگیری از اعدام این پزشک زندانی از مردم کمک خواست. نافرمانی مدنی، تجمع و اعتراض پس از پلمپ مغازه ها به دلیل اعتصاب. کسبه سنندج، روانسر و نجف آباد پلمپ حکومتی مغازه هایشان را شکستند. و برگزاری 40 جانباختگان خیزش انقلابی در شهرهای رامسر، عراق، دسفول و پیرانشهر. مردم با ماموران امنیتی در مراسم مهرشاد شهید نژاد در عراق درگیر شدند. سفر دو روزه رئیس جمهور چین به عربستان سعودی، ناظران از فصل تازه روابط بین دو کشور می‌گویند. همراه شما هستیم با یک مجموعه خبری دیگر و بررسی جدیدترین تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان و مروری هم بر خبرهای خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. رسانه‌های ایران از اعدام یکی از جوانان حاضر در اعتراضات تهران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها حکم اعدام محسن شکاری 23 ساله دیشب در تهران اجرا شده است. بر اساس این گزارش محسن شکاری اوایل مهر ماه دستگیر شد و به اتهام محاربه و بدون اینکه دسترسی به وکیل داشته باشد و مستندی برای اتهام او ارائه شود محاکمه و اعدام شد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در توییتی به اعدام محسن شکاری واکنش نشان داده و نوشته به تو افتخار میکنم. تو آشکار کننده ی جنایت عریان جمهوری اسلامی علیه انسانیت هستی. تو و جوانانی مانند تو از جان خود گذشتند اما از ایران نه. او در پایان گفته نام تو از تاریخ ایران محو نخواهد شد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران هم با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود به اعدام محسن شکاری واکنش نشان داد و نوشت منتظر انتقام اعدام محسن شکاری باشید. سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام محسن شکاری از بازداشتگان اعتراضات اخیر گفت این اقدام باید تبعات جدی برای حکومت داشته باشد. سازمان حقوق بشر ایران در وبسایت خود اعلام کرد اعدام محسن شکاری را به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند و خواهان اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اعدام معترضان است. نیکی محجوب همکارم اینجا در استودیو ما را همراهی میکنه. محسن شکاری 23 ساله امروز صبح در تهران اعدامش کردن. پریسا، میشه گفت قتل حکومتی است. بر اساس هیچ مستنداتی، هم خبرنگارانی که در ایران اتفاقا کار میکنن، هم وکلایی که تا الان تونستم باشون صحبت کنم، هیچ مستنداتی نداشته دادگاه. از 3 مهر که محسن شکاری بازداشت میشه معلوم نیست برش چی گذشته، معلوم نیست چه برخوردی باهاش شده. اعترافات اجباری که امروز بعد از کشتن محسن شکاری پخش کردن رسانه‌های حکومتی، تو بعضی از تصاویر شما آثار شکنجه رو روی صورت محسن میبینید. اینکه توی اون برنامه محسن به گفته یکی از زندانیانی که از زندان اوین آزاد شده و 20 روز با محسن همبند بوده، گیمر بوده، علاقه داشته به بازی‌های کامپیوتری، توی کافه کار میکرده و یکی از علاقه هاش درست کردن قهوه بوده. اینکه چطوری قهوه رو خوب دراره، چطوری مشتری رو از اینکه این میتونسته قهوه رو اینقدر متفاوت براشون درست بکنه میگفته. نکته یکی دیگه ای که در مورد محسن وجود داره اینه که به گفته این زندانیان از تنهاییاش میگفته، از اینکه خب مثل هر جوان دیگه یک سری خواسته ها داشته و ضمن این که سعی میکرده وقتی از بازجویی های طولانیش میاد به بقیه زندانیا انرژی بده، باهاشون صحبت بکنه، نذاره اون حس باشه. این تمام آنچه بوده که محسن داشته. چیزی که وجود داشته، یک شنبه منتقلش میکنه رجای شهر بند 10.
همون روز یه سری لباس براش میبرن. محسن فرصت نکرد اون لباس ها رو بپوشه، برای اینکه اعدامش کردن. به زندانیان همبندش گفته بوده توی بند ده رجای شهر که حکم برای ترسوندن هم دادن. با کسی که درگیر شدم حتی زخماش بخیم نشده، یه درگیری ساده بوده. محسن رو با دو زندانی دیگه به بند قرنطینه منتقلشون میکنن و روز گذشته محسن اعدام میشه. اون دو زندانی با حال نچندان مساعدی به بند عمومی رجای شهر برگردونده میشن. چیزی که فعالای حقوق بشری دارن روش بسیار تأکید میکنن اینه که باید از خانواده های افرادی که اعدام شدن یا محکوم به اعدام هستن حمایت بشه، هر آنچه که میتوانند بکنن برای حمایت از این خانواده، چون جمهوری اسلامی مشخصه که اعدام داره میده به جنایتش و این خانواده ها هستن که الان در این شرایط تنها تر از قبل موندن و نیاز به حمایت جامعه حقوق بشر و جامعه ایران دارن. ممنون از تو، جزئیات بسیار تکان دهنده ای بود از آنچه که درباره محسن شکاری شنیدیم، 23 ساله که امروز صبح اعدام شد. نیکی محجوب در استودیو ما رو همراهی می‌کرد. مهمان دیگری هم با ما هستن، حسن نایپاشم فعال حقوق بشر از وین. شما مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو هستید آقای نایپاشم. قرار است که ایرانیان تجمع اعتراضی برپا کنند در واکنش به موضوعی که اتفاق افتاده، اعدامی که صورت گرفته، و فشار وارد کنند بر دولت‌های اروپایی که بیشتر فشار بیاره بر جمهوری اسلامی برای اینکه متوقف کنه این رفتارها رو. اعدام محسن شکاری، اون هم بدون دادرسی درست، بدون حضور وکیل اختیاری و اتهاماتی که مشخص باشه، نشانه چی هست؟ ببینید، اولا اینکه اعدام محسن شکاری یک نمونه جدیدی هست از اعدام‌ها. اعدام‌ها تا کنون فراقضایی بودن، اعدام‌ها تا کنون خودسرانه بودن. حالا ما مواجه هستیم با اعدام شتاب زده و صحرایی. یعنی امروز محسن شکاری نوید افکاری دیگر ماست و ما در شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی که خودش رو در جنگ با مردم احساس میکنه، مثل صحنه جنگ که اسرا رو سریع اعدام میکنن، دست به اعدام سریع زده. حتی اعاده نشده این دادگاه، یعنی تجدید نظری صورت نگرفته در ارتباط با این حکم دادن و بلا فاصله تقریبا اعدام کردن. چنین اقدامی از نظر تمام جامعه بین الملل محکوم هست. حتی اونهایی که به مجازات اعدام باور دارند، اعدام صحرایی و خودسرانه رو و شتاب زده رو قبول ندارند. باید در مقابل این ایستاد. ما در اینجا 74مین روز تحسنمون هست که در به جامعه جهانی، خطاب به جامعه جهانی بگوییم که مسئولیت حفاظت شما کجاست. شما باید از حفاظت بکنید از مردم ایران در مقابل جنگی که جمهوری اسلامی با اونها داره. البته ما خواهان جنگ نیستیم، خواهان تحریم هایی که مردم را آزار بده نیستیم، ولی خواهان این هستیم که جامعه جهانی خودش رو مسئول احساس بکنه و حفاظت جدی داشته باشه از مردم کشورمون. ما تا در اینجا هستیم تا وقتی مردم کشورمون در خیابان ها هستن و در مقابله میکنن با جنایات جمهوری اسلامی. و خطاب به جامعه جهانی، اروپا همجور که شما گفتید، اتریش که ما درش زندگی میکنیم، از اونها خواهیم خواست که به مسئولیت حفاظت خودشون گردن بنهند و در این رابطه اقدام بکنند. در ایران واکنش های بسیار زیادی بوده از صبح که این خبر آمده، در واقع هم از سوی جامعه مدنی، از سوی مردم معترض و همینطور در رسانه های آلمان. صبح صحبت میکردیم با یکی از همکارانم، واکنش های بسیاری داده شد. چطور ارزیابی میکنید این واکنش ها رو؟ این واکنش ها مثبته، ولی باید ادامه پیدا بکنه. ما امروز در اینجا عزیزان از تمام نقاط وین جمع میشن برای اینکه شوکه شدن، برای اینکه این اقدام نوینیه. و در ایران هم که صحبت از این میکنن که اگر چنین اعدام های صورت بگیره، قیام صورت میگیره و یک قدم دیگر مردم در اعتراضات خودشون پا به پیش میگذارن. ما در چنین شرایطی هستیم و باید در این رابطه هر چه فعالتر همه ما ایرانیان، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، فعالیت خودمون رو باز هم گسترش بدیم. هر قدر که جلو رفتیم، هر قدر که قدم به پیش گذاشتیم، باز هم کفایت ظاهرا نمیکنه برای این جمهوری اسلامی که تا این حد قدارانه برخورد میکنه و تا چنین دشخیمانه برخورد میکنه. و باید سعی بکنیم که باز هم با گامهای بیشتر به پیش اقدام خودمون رو انجام بدیم. ما اینجا شباره روز هستیم در تحسن و امیدوارم که تحسن عزیزان، کسانی که عزیزانشون در زندانها هستن، در مقابل زندانها صورت بگیره تا نهایتا در زندانها باز بشه و عزیزانشون
بتوانند آزاد بشن از زندان‌هایی که از 44 سال گذشته در دی ماه ما شاهد آزادی تمام زندانیان سیاسی بودیم و امیدوارم در زودتر از دی ماه امسال به چنین هدفی برسیم. سپاسگزارم از توضیحات شما. حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر از وین. مادر سامان یاسین، خواننده رپر بازداشتی اهل کرمانشاه، در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده خطاب به مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی گفت به داد پسرم برسید، اعدام نشود. به پسرم حکم اعدام دادن، به خاطر رضای خدا حمایت کن. پسرم از وکیلش کردم، از مردم، از حقوق بشر، از همه خواهش دارم که به داد پسرم برسن، کمکم. به جای دنیا دیدیم، به خاطر یه سطل آشقال جان عزیزی بودیدم. پسر من هنرمنده، پسر من آشوبگر نیست. مردم، من یه مادر جگر سخته هستم، به خاطر خدا به داد پسرم رسیم. پسرم بارم، سر پسرم رو اعدام نره. این مردم هاوار داد بیداد، تو را به خدا به داد من برسیم. نه سر زبایی دارم حرفی بزرم، نه داد به جای میرسه. من یه داد به جای بیدام. گزارش آگیست حمید قره حسنلو، متخصص رادیولوژی، یکی از محکومان به اعدام در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج است. همچنین فرزانه قره حسنلو، کارشناس علوم آزمایشگاهی و همسر او هم به 25 سال حبس و تبعید به اهواز در دادگاه بدوی محکوم شده. همزمان کمپین هایی هم برای حمایت از این پزشک از سوی همکاران او آغاز شده. جامعه پزشکان معتقد هستند هدف از صدور حکم اعدام فشار بر جامعه پزشکی است. آسیا امینی، تحلیلگر مسئله اجتماعی، از نروژ ما رو همراهی میکنن. یک پزشک رو جمهوری اسلامی، خانم امینی، دستگیر کرده به همراه همسرش به هیچ دلیل محکمه پسندی و اون رو به عنوان محارب در واقع شناخته و این احکام رو صادر کرده. همسرش رو هم به 25 سال حبس محکوم کرده. چه معنا و پیامی داره این رفتار حکومت؟ سلام میکنم به شما، به همه بینندگان، و تسلیت میگم داغ جدیدی رو که جمهوری اسلامی امروز بر دل مردم گذاشت. ببینید، جمهوری اسلامی برای اینکه اعدام بکنه، برای اینکه کشتار راه بندازه، نیاز به دلیل و مدرک و سند محکمه پسند نداره. در واقع کدام محکمه؟ کدام محکمه ای قرار این بیدادگاه ها رو نظارت بکنه و براشون در واقع پرسشگری ایجاد بکنه؟ واقعیت اینه که تا زمانی که ما جلادانی مثل موسی آصف الحسینی داریم که میتونه در دادگاه، من سخنان آقای دکتر نایب هاشم رو هم شنیدم، در بیدادگاه های چند دقیقه‌ای حکم اعدام صادر بکنه، نیازی به سند و مدرک محکمه پسند نداره جمهوری اسلامی. تا زمانی که یک جلاد میتونه به راحتی حکم صادر بکنه، جلاد دیگه اون رو در واقع اجرا بکنه، این حرف ها، این دلایل مال جای دیگه است، مال شرایط امروز ایران نیست. در اتفاقی که در داخل کشور داره رخ میده، تنها راه مقابلش این هست که مردم یک صدا کنار هم بایستن و کمپین های نه به اعدام به طور جدی وارد عمل بشه. ببینید، واقعیت اینه، ما از دهه 60 تا امروز اتفاق خاصی که مردم جلوی اعدام ها بایستن هنوز رخ نداده. هنوز ما گورهای جمعی داریم که نمیدونیم چند نفر درشون دفن شدن. ما چند سال هست که صدای نوید افکاری ها جامعه رو تکان داده. چند نفر دیگر باید کشته بشن تا ما به این نتیجه برسیم که مردم باید جلوی این اعدام ها بایستن. هر کسی از هر جایی که ایستاده، در هر موقعیتی که هست، وکلای حقوق بشری کجا هستن؟ وکلا، کانون وکلا کجا هست؟ آیا اینها خجالت نمی کشن که یک وکیل تسخیری میتونه ضد موکلش در دادگاه حرف بزنه؟ بنابراین این یک اجماع جمعی لازم داره، وگرنه جمهوری اسلامی برای پس گرفتن خیابان از مردم، برای خاموش کردن اعتراض ها دست به کشتار خواهد زد. و من متاسفم که بگم ما نزدیک کریسمس هستیم، دنیا به سمت تعطیلات داره میره و صدای مردم ایران ممکنه کمتر شنیده بشه. کشتن این افراد در این موقعیت هم بی سبب نیست. بنابراین اگر قرار هست که ما اجازه ندیم سامان یاسین ها و توماج صالحی ها و بسیار مهدی کرمی ها، خیلی های دیگه به سرنوشت مهدی
امروز ما دوچار بشن خدای نکرده، باید یک صدا جلوی این اعدام ها بمونیم، هیچ راه دیگری وجود نداره. خانم امینی، این اجماع جمعی که شما بهش اشاره کردید، این واکنش گسترده هم از سوی مردم هم از سوی شخصیت های سیاسی و اجتماعی، چطور میتونه جمهوری اسلامی رو متوقف کنه برای اینکه بتونه چنین احکامی رو صادر بکنه یا انجام بده؟ ببینید، اساساً این احکام که بر اساس واقعیت رخ نداده، این احکام زیر شکنجه گرفته شده. هم آقای قره‌حسن‌لو این رو گفتن، هم خانومشون این رو گفتن. در دادگاه لباسش رو در آورد تا آثار شکنجه رو نشان بده به قاضی و وکیلی که خلاف او داشت سخن میگفت. بنابراین اساساً همه این اتفاقها بر مبنای دروغ هست. چرا این دروغ ها ساخته میشه؟ چرا یک فرد اعدام میشه برای این که خیابان رو بسته؟ تنها دلیلش اینه که این خیابان پس گرفته بشه از مردم، برای اینکه جمهوری اسلامی با ترس بتونه همچنان حکومت بکنه و مردم رو ساکت نگه داره. بنابراین این اسلحه باید از حکومت ایران گرفته بشه. اسلحه تناب و ترس باید از حکومت ایران گرفته بشه. اینکه چگونه گرفته بشه، مردم چگونه خیابان رو پس گرفتن. به همین ترتیب در داخل ایران و در خارج از ایران، هر کسی که میتونه به هر زبانی دیگران رو آگاه بکنه، مراجع مسئول، رسانه ها، سازمان های حقوق بشری، سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر، کمیته حقیقتیابی که قرار تشکیل بشه، همه اینها باید از همین امروز دست به کار بشن، چون فردا دیره. خیلی مردم که میتونن علیه اعدام بایستن، باید به هر زبان ممکن و به هر شیبه ممکن از این امکان استفاده بکنن. بسیار سپاسگزارم خانم امینی. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال هاکیست کسبه سنندج در اعتراض به پلمپ مغازه‌ها تجمع کردند و پلمپ‌ها را شکستند. در نجف آباد هم اعتصاب‌ها در اعتراض به پلمپ شدن مغازه‌ها همچنان ادامه دارد. کسبه در روانسر مقابل فرمانداری تجمع کردند. امروز 17 ششم بهمن کسبه به خاطر حمایت از مغازه‌داری که دیروز و پریروز تعطیل کردن پلمپ شدند. اینا اومدن حمایت کنن، تعطیلش کردن. سنندج، تیراندازی، خیابان فردوسی، مردم به نشانه اتحاد همین مغازه رو بستن. سلام آقا، خیابان فردوسی بیاسم به انجام. بیاسم به انجام. لیلا سعادتی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه تا برامون بگه از اون چه که میدونید درباره تجمع کسبه. آره، از سنندج خبر میرسه که فرماندار سنندج دستور داده که هر کسبه ای و هر کسی که اعتراض داره به پلمپ مغازش باش برخورد بشه. همچنین از نجف آباد هم خبر میرسه که علاوه بر این که علاوه دادستانی دستور پلم داده بوده، حساب بانکی مغازه دارایی که مغازاشون پلم شده هم اونا مسدود شده. یعنی دو تا اتفاق برای این مغازه دارا افتاده. الان هم تجمع هستش، رفتن به دادستانی گفتن که ما تا زمانی که، یعنی بقیه کسانی که حالا مغازاشون پلم نیست، بقیه کسبه، تا زمانی که همکارانمون مغازاشون پلمپه و مسدود هست حسابهای بانکیشون، ما همچنان به اعتصاب ادامه خواهیم داد. از یه طرف هم دادستان اصلا زیر بار نمیره، میگه شما باز بکنید مغازاتون رو، به حالت قبل برگردون، اول برگردن، همه باز باشن، ما اقدام میکنیم، نامه میزنیم، مثلا حساب بانکی و پلمپ مغازهایی که بسته شده و پلمپ شده رو بردارن. بنابراین یه کشمکش الان بین مردم و کسبه، چه اونایی که حالا مغازشون پلمپ شده، چه کسانی که همراهی دارن میکنن با الان دادستانی هست. از روانسرم که گفته بودم الان مقابل فرمانداری تجمع هست کسبه که پلمپ مغازه ها باز بشه، تصاویرش به دست ما رسیده. الان میتونیم نجف آباد هم ببینیم تصاویرش رو، به همچنین روانسر هم میتونیم با هم ببینیم. پریسا، ممنون لیلا سعادتی که اینجا در استودیو با من بودی. بازار نجف آباد همچنان در اعتصاب به اعتراض به پلم کردن مغازه خیلی از همکاراشون، همچنان در اعتصاب موندن و مغازه رو باز نکردن و همجور هم که میبینید یه سری تجمعاتی از کاسبا شکل گرفته. خوب دم
مازر فرماندهی شهرستان لغمسر به خاطر پلم کردن مغازه‌هایی که در اعتصاب سرزپیس شرکت کرده بودند در تجمع مردم. گفتگویی داشتم پیشتر در همین زمینه با فروغ کنانی، فعال حقوق زنان. او میگوید در شرایطی که حکومت علیه معترضان دست به وحشیگری میزند، فلج کردن سیستم اقتصادی حکومت که حقوق سرکوبگران را میدهد حیاتی است. ما الان در وضعیتی هستیم که جمهوری اسلامی نهایت سعیتی رو که میتونه داره سعی میکنه اعمال کنه، شروع کرده به اعدام ها. همین امروز صبح اعدام محسن شکاری یک چک محکمی بود تو صورت مردم معترضی که دوستانه و حداقل میتونم بگم فقط به خاطر احقاق حقوق مدنیشون در برابر جمهوری اسلامی ایستادن، در کنار هم متحد و سعی کردن تا جایی که ممکنه خشونت پرهیز باشن، اما به جرم‌های واهی مثلا آسیب زدن به یک مأمور سرکوب، خب مأمور سرکوبی که با اسلحه اونجا ایستاده و در برابرش فردی با دست خالی رو فقط به جرم آسیب زدن اعدام کردن، واقعا یک چیزی هست خاص جمهوری اسلامی. در شرایطی که ما یک چنین حجمی از وحشیگری رو در حکومت می‌بینیم، اعتراض‌های مدنی بهترین روش برای فلج کردن سیستم اقتصادی این حکومت، همونطور که قبلا گفتیم آسیب زدن به بدنه اقتصادی و در نهایت به احتمال خیلی قوی قطع شریان‌های مالی که حقوق این سرکوبگران رو میده هست. در واقع این طور باید باشه که ما باید بتونیم از طریق بازار کنترل رو در دست بگیریم، باید بتونیم با اعتصابات که در کنار تحریم ها میتونه کمک کنه به فلج کردن سیستم اقتصادی، چنان جمهوری اسلامی رو از داخل ضعیف کنیم و این گستردگی رو نباید فراموش کنیم. هرچه گسترده تر و هرچه تداوم زمانیش بیشتر، احتمال و شانس موفقیت ما سریع تر خواهد بود. روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجه پارلمان بریتانیا جلسه ای به منظور تحولات ایران برگزار کرد، اما جلسه دوم که قرار بود عمومی و علنی باشد به درخواست آلیشیا کرنز رئیس این کمیته غیر علنی برگزار شد. خانم کرنز علت این امر را نارضایتی معترضان ایرانی از دعوت یکی از شاهدان که به گروه نایاک نزدیک است ذکر کرد. او پس از سخنرانی کوتاه از چند زن ایرانی مخالف حکومت که در این جلسه حاضر بودند خواست تا اتاق کمیته را ترک کند. این جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا است. من امروز اینجا میخوام بیانیه این کمیته رو برای حاضرین بخونم. جلسه امروز رو برای بروز رسانی گزارش قبلی ما در سال 2020 ترتیب دادیم تا به موضوع برنامه هسته‌ای و اعتراضات شجاعانه مردم ایران و همچنین پیامدهای آنها برای سیاست خارجی بریتانیا در قبال تحولات جاری ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قرار بود ما در طی این جلسه نظرات گوناگون کارشناسان در مورد این موضوع رو با حضور عضو کابینه آقای لرد احمد بشنویم، اما متاسفانه ما چاره‌ای به جز تعویق انداختن بخش اول این جلسه نداشتیم. ما کارشناسانی رو دعوت کردیم که طیف وسیع و مختلفی رو نمایندگی می‌کنن و پس از شنیدن صحبت آنها ما در این کمیته بتوانیم سیاست درستی رو به دولت بریتانیا در مورد ایران به مقامات آن پیشنهاد کنیم. تصمیم ما برای انتخاب این کارشناسان به هیچ وجه بیانگر نظرات این کمیته در مورد هیچ یک از موضوعات برشمرده برای بحث نبوده. این همان روش صحیح بررسی و تحقیق امور است که در یک سیستم پارلمانی و دموکراتیک انجام می شود. واکنش به یکی از کارشناسان دعوت شده برای حضور در این پنل در رسانه های اجتماعی با فرستادن ایمیل به ما کاملا غیر قابل قبول بوده. ما هیچ تلاش واکنشی را از سوی هیچ فرد یا دولتی برای لغو سخنرانی شاهدان و سخنرانان برگزیده برای نظردهی به این کمیته را تحمل نمی کنیم و هر نوع تلاشی در این راستا محکوم به شکست و غیر سازنده است. به جای آن سخنان وزیر مربوطه از وزارت خارجه بریتانیا و مسئولان بخش او را خواهیم شنید و این کار برای جلوگیری از تشدید خطرات امنیتی به صورت خصوصی انجام خواهد شد. بگذارید کاملا شفاف گفته باشم، دعوت ما از شاهدان ما لغو نشدند و آزار هر کدام از آنها کاملا غیر قابل قبول و احتمالا عملی برخلاف قوانین پارلمانی ما می باشد. ما از لرد احمد مسئول بخش خاورمیانه وزارت خارجه برای حضور در کمیته امروز تشکر می کنیم. ما نسبت به شرایط جاری در ایران بسیار نگران هستیم و امیدواریم لرد احمد توضیحات بیشتری رو در این مورد به ما اطلاع دهد. همزمان با تظاهرات در سراسر ایران، گروهی از ایرانیان هم برای همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند و علیه حکومت شعار دادند.
بیش از 80 روز است که ایرانیان مقیم لندن شب و روز در همبستگی با مبارزات مردم ایران تجمع و راهپیمایی و تظاهرات برگزار می‌کنند. امشب هم همزمان با تظاهرات در ایران گروهی از ایرانیان اینجا در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند و خواستار بسته شدن این سفارت، اخراج دیپلمات‌هاش و همچنین بسته شدن مرکز اسلامی انگلستان و کلیه نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا شدند. ما امروز اینجا هستیم تا در حمایت از اعتراضات مردم ایران بگیم که ما پشتتون هستیم تا روز آزادی و آقای خامنه ای اون دشمن و مزدکبرینی که میگی، ما مردم ایران هستیم. ما مردمی هستیم که 40 سال به همون ظلم کردید و ما تا روز آزادی پا پس نخواهیم کشید. امروز ما ساعت 2 اینجا هستیم برای حمایت از مردم ایران. اومدیم اینجا برای اینکه واقعا می‌بینیم که دولت کودک‌کشی میکنه و جوانای ما رو از نزدیک تیراندازی میکنه، میکشه و دانشجو جشن توی دانشگاه باید باشه ولی تو زندانه. برای خیلی چیزا ما اینجاییم و میخوایم حمایت خودمون رو از مردم ایران. واکنش چهره‌های اجتماعی و سیاسی به اعدام محسن شکاری توسط جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، از جمله حسین رونقی که نوشته درد زخم اعدام‌ها را همه ایران حس می‌کند و خشمش تمام مردم ایران را فرا می‌گیرد. حسین رونقی در حساب توییتر خود همچنین نوشته ما چشم بر اعدام‌ها نمی‌بندیم. اعدام هر معترض عواقب جدی برایتان خواهد داشت. ستاندن جان یک انسان ستاندن جان همه ماست. می‌توانید به اندازه همه ما چوبه دار برپا کنید؟ یک شهروند 21 ساله به نام هومن عبداللهی که در جریان اعتراضات سراسری شب گذشته در سنندج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده بود، در اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. مراسم خاکسپاری او شبانه با حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرک حسن آباد سنندج برگزار شد. شبنم آذر هم کارم اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. چی میدونید در مورد هومن عبداللهی؟ در واقع هومن عبداللهی 21 ساله بوده. دیشب در اعتراضات سنندج تصاویر زیادی منتشر شده بود از درگیری‌ها و حمله ماموران به جوانان که برخی از این تصاویر در کوچه‌هایی که نشون میده که گروهی از ماموران ریختن و دارن یک جوانی رو میزنن. رسانه‌های محلی کردستان گفتن که یکی از این مناطق حسن آباد بوده، جایی که هومن در اونجا جانش رو از دست میده. در واقع گلوله ساچمه‌ای اصابت میشه به سینه‌اش و بعدش ضربات باتون به سرش میخوره، به بیمارستان کوثر سنندج منتقل میشه و در اونجا ساعتی بعد متاسفانه در اثر شدت جراحات فوت میکنه. در طول زمانی که در بیمارستان بوده، محوطه بیمارستان به طور کامل در اختیار نیروهای امنیتی بوده و بعد از اینکه بیمارستان پیکرش رو تحویل خانواده میدن، در مسیر گفته میشه، ما نمیتونیم اینو تایید کنیم، که در مسیر روبوده میشه این پیکر، ولی خب به هر حال در نهایت اینه که با فشار نیروهای امنیتی خانواده مجبور میشن که نیمه شب ساعت 3 صبح در واقع پیکرش رو به خاک بسپارن، از ترس اینکه در واقع مردم تجمع نکنن و یا اینکه پیکر در دست خانواده باقی نمونه که مراسمی برگزار شه یا مراسمی اعلام شه که مردم تجمع کنن. امروز 40 نفر از کشته شدگان خیزش انقلابی مردم ایران هم برگزار می‌شد، از جمله در عراق مرشد شهیدی نژاد بود و همینطور افراد دیگری که می‌خوام جزئیات خودتو برای ما بگی. بله، 4 نفر بودن از جمله کومار در افتاده در پیرانشهر که 16 سالش بود، دانش آموز بود و در 7 آبان کشته شد. محمد قائمی فرد در دسفور
لیورپول فوتبالیست بود که متاسفانه 30 مهر ماه به شلیک میشه و بعد 2 هفته فوت میکنه. مائده جوان فر 28 ساله پرستار بوده که مراسمش امروز در بهشت زینبیه رامسر برگزار شده و همینطور که خودت گفتی مهرشاد شهیدی نژاد که خب موضوع مهرشاد اطلاعات زیادی داریم ازش که به شدت جو امنیتی بوده از زمانی که اعلام شد مراسم 40 قرار برگزار بشه. آرامستان درش تعطیل شده، محوطه‌اش کاملا ماموران امنیتی با فاصله کمتر از 1 متر دست دسته ایستادن. در کنار این موضوع تمام محوطه خانه پدری مهرشاد شهیدی نژاد هم قروخ شده از ماموران. تصاویر داریم که نشون میده روی پشتبان‌های اطراف هم پر از مامور ایستاده، درگیر شدن، صدای شلیک تو تصاویر شنیده میشه. به اضافه اینکه هلیکوپتر بالای آرامستان حرکت میکنه، به شدت جو امنیتی است. یعنی فضا به شکلیه که در واقع ما نمیدونیم که حتی خانواده تونستن بر مزارش برن و مراسم کوچک سوگواری بگیرن یا خیر. منتظر هستیم که جزئیات بیشتری بله دست ما برسه. اما تصاویری که داریم تا این لحظه رو با هم ببینیم. ممنونم از تو شبنم عزیز. سازمان عفو بین‌الملل در کوپنهاگ گرد همایی رو برای حمایت از مردم ایران برگزار کرد. این همایش نماینده پارلمان و احزاب دانمارکی از حمایت خود گفتند از مردم آزادی خواه ایران. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر. در ادامه حمایت‌های خارج از کشور از معترضین داخل ایران، اینجا در شهر کوپنهاگ روبروی پارلمان این کشور، سازمان عفو بین‌الملل فراخوان این تجمع رو داده. اینجا 2000 مشعل در دست شرکت کنندگان هست که اکثرا دانمارکیان. این مشعل ها به این نشان است که جنبش دانشجویی و جنبش های اعتراضی در ایران هنوز زنده و پاورجاست. همه ی مردمی که امروز اینجا هستند میخواهند به جوانان ایران نشان دهند که ما از آنها در مبارزه برای آزادی حمایت میکنیم. ما به شدت تحت تاثیر شجاعت آنها هستیم. ما میدانیم که آنها بیشترین هزینه را پرداختند. در عفو بین‌الملل به ثبت رسید که 305 نفر در تظاهرات کشته شدند. میدانیم که بسیاری از آنها کودک هستند. ما از خشونتی که رژیم به آن متوسل میشود وحشت زده شده ایم و برای جوانان در راه مبارزه برای آزادی آرزوی موفقیت میکنیم. به همین دلیل ما اینجا هستیم. ما میخواهیم یک بار دیگر نشان دهیم که از آنها حمایت میکنیم. سازمان عفو بین‌الملل در این تجمع 3 خواسته اصلی رو مطرح کرد: حمایت از دانشجویان ایرانی، حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی و خواستار لغو حکم اعدام در ایران شد. از اعتراضات داخل کشور تنها با همبستگی خود ایرانی ها در خارج از کشور امکان پذیره، جدا از رنگ ها، جدا از باید رنگ ها رو کنار بذاریم و در کنار هم باشیم، یک اتحاد گسترده، یک اتحاد سراسری برای اینکه دل معترضین ایرانی و مبارزین ایرانی گرم بشن که حمایت میشن از خارج از کشور و این هدف نهایی ماست. این روزها در تجمعات شعار زن زندگی آزادی به
زبان‌های مختلف سر داده میشه. هنرمندان در اجراهای خودشون سعی میکنن این شعار رو بخونن و سر بدن. مهران عباسیان، کوپنهاگ. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی وارد این کشور شد. محمد بن سلمان ولیعت عربستان سعودی روز چهارشنبه رسما از رئیس جمهور چین استقبال کرد. شی جین پینگ در اجلاس سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم شرکت خواهد کرد. چین که یکی از واردکنندگان نفت عربستان است، به دنبال گسترش روابط اقتصادی خود با این کشور به خصوص در حوزه انرژی است. بررسی بیشتری داشته باشیم برای این موضوع با دامون گوریز، پژوهشگر مطالعات صلح امنیت بین‌الملل از لاهه. فکر میکنید که چین داره سعی میکنه جای آمریکا رو در منطقه بگیره، آقای گوریز؟ درود بر شما خانم صادقی و بینندگان عزیز. ببینید، با خروج ایالات متحده از افغانستان، ترک آرام توسط امریکا به عنوان یک برنامه دراز مدت که فرای کدام رئیس جمهور هم سر کار باشه در واشنگتن، همچنین افول نفوذ بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت اروپایی به طور تاریخی در منطقه و جنگ پوتین در اوکراین، این مسائل باعث شده که یک نوع خلأ قدرتی پر بشه به وجود بیاد در چند سال گذشته در منطقه، و این خلأ قدرت رو اتفاقا چین میخواد پر بکنه با کمک عربستان سعودی و دیدارهایی که فقط هم به عربستان محدود نخواهد شد، بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس و مشخصا هم شورای همکاری خلیج فارس هم در اون حضور دارن. این نشون دهنده اینه که چین میخواد قدرت و نفوذ خودش رو از یک طرف با عربستان گسترش ببخشه، برخلاف سرد شدن روابط با امریکا که نمونه اخیرش رو در ماه اکتبر مشاهده کردیم در خصوص زیر پا گذاشتن تقاضای بایدن از عربستان برای صدور بیشتر نفت که قیمت نفت رو پایین تر بیاره. اینا همه نشون دهنده اینه که ما با یک واقعیت جدیدی در منطقه مواجه هستیم که در اون چین میخواد نقش بازی بکنه و منافع مشترک در ابعاد مختلف رو با عربستان داره. روابط جمهوری اسلامی و پکن به چه سمتی خواهد رفت آقای گوریز اگر که عربستان سعودی و چین تا این حد به هم نزدیک بشن؟ منافع مشترکی داره خانم صادقی. ببینید، هم از نگاه منافع ملی هر دو طرف منافع بسیار مشترکی دارن، هم از طرف منافع منطقه‌ای و همچنین جاه‌طلبی‌های جهانی. از نگاه منافع ملی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر خریدن اسلحه توسط عربستان از چین، صدور نفت عربستان به چین و مدیریت قیمت نفت که برای چین بسیار مهمه، هر دو منافع مشترک دارن. عربستان به هر حال به دنبال این است که به پهپادها و تسلیحاتی به دست بیاره که بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه و چین بتونه نفوذ خودش رو برای برنامه درازمدت آقای شی که نوعی کارت ویزیت ایشون هست، یعنی یک کمربند یک راه رو بتونه تحقق ببخشه. منافع منطقه‌ای به همین شکل، هر دو به دنبال ثبات و صلح در منطقه هستن، به این علت که بتونن هر دو در عمل برای برنامه‌های درازمدت اقتصادی خودشون برخلاف برنامه‌های جمهوری اسلامی که ثبات و صلح رو نمیخواد بتونن تحقق ببخشن، و همچنین جاه‌طلبی‌های جهانی که در سطح انرژی برای هر دو طرف بسیار مهمه. هر دو هم میدونید کشورهایی هستن که به عنوان کشورهای بسته شناخته میشن، یعنی در اون حقوق بشر و حقوق شخصی یا آزادی‌های فردی که در غرب پایریزی شده، امروز ما از ایران اون رو در 13 هفته میشنویم، به دنبال آزادی هستن مردم. هر دو حکمرانی رو دنبال میکنن که در اون یک شخص تعیین تکلیف میکنه برای همه. از این جهت منافع بسیار مشترک دارن. بستگی داره که ایران به کدوم سمت سوق پیدا بکنه. خیلی ممنونم. چه منافعی رو از این گوریز؟ متاسفانه زمان برنامه به پایان رسید. خیلی ممنونم از توضیحات شما. رسانه‌های ایران از اعدام یکی از جوانان حاضر در اعتراضات تهران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها حکم اعدام محسن شکاری 23 ساله دیشب در تهران اجرا شده است. بر اساس گزارش‌ها محسن شکاری اوایل مهر ماه دستگیر شد و به اتهام محاربه و بدون اینکه دسترسی به وکیل داشته باشد و مستندی برای اتهام او ارائه شود محاکمه و اعدام شد.
گوهر عشقی مادر ستار بیشی در توییتی به اعدام محسن شکاری واکنششان داده و نوشته به تو افتخار میکنم، تو آشکار کننده جنایت عریان جمهوری اسلامی علیه انسانیت هستی، تو و جوانانی مانند تو از جان خود گذشتند اما از ایران نه. او در پایان گفته نام تو از تاریخ ایران محو نخواهد شد. ویدیوی هم منتشر شده از گوهر عشقی مادر ستار بهشتی که در آن به شدت از آمران قتل شهروندان معترض انتقاد میکنه. الهی لار بشه اون زبونی که دستور کشتن جوانای مار میده، الهی چشمش کور بشه جوانای مای تو پرپر میشن، الهی تو داغ مشتبا بشینه. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران هم با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود به اعدام محسن شکاری واکنش نشان داد و نوشت منتظر انتقام اعدام محسن شکاری باشید. حسین رونقی در واکنش به اعدام محسن شکاری گفت درد زخم اعدام ها را همه ایران حس می کند و خشمش تمام مردم ایران را فرا می گیرد. حسین رونقی در حساب توییتری خود همچنین نوشت ما چشم بر اعدام ها نمی بندیم. اعدام هر معترض عواقب جدی برایتان خواهد داشت. ستاندن جان یک انسان ستاندن جان همه ماست. می توانید به اندازه همه ما چوبه دار برپا کنید؟ و در واکنش‌های بین‌المللی وزیر خارجه آلمان در واکنش به اعدام محسن شکاری گفت تهدید به اعدام مانع از آزادی‌خواهی مردم نخواهد شد. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در توییتر خود نوشت غیر انسانی بودن رژیم ایران حد و مرزی ندارد. محسن شکاری به علت مخالفت با رژیم در یک دادگاه خائنانه اجمالی محاکمه و اعدام شد. خبر اعدام محسن شکاری در رسانه‌های آلمانی هم انعکاس زیادی داشته. با احمد صمدی همکارم همراه میشیم از برلین تا برای ما از این واکنش‌ها در رسانه‌های آلمان بگه. پریسا، صفحه اول تمام رسانه‌های آلمان به ویژه رسانه‌های جریان اصلیش رو که شما باز بکنید، همچنین در خبرهای تلویزیون هم این خبر داره بازتاب داده میشه و خب دارن به اون میپردازن. این انتظار رو مقامات آلمانی داشتن که چنین اتفاق خواهد افتاد و این رو در مطالبی که می‌نویسن هم میشه به روشنی نگاه کرد و دید. شاید مهمترین رسانه‌هایی که میتونم بهش اشاره بکنم خب شبکه ZDF آلمان هستش که با کارشناسان گفتگو کرده و در اونجا کارشناسان گفتن که جهان باید به این موضوع واکنش نشون بده که اگر چنین نکنه باز هم شاهد اعدام‌های دیگه خواهیم بود. نشریه بایرش روندفونک هست، در واقع متعلق هست به ایالت بایرن آلمان، که در اونجا اشاره شده به اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی داره سختگیرانه عمل میکنه و اشاره کرده همچنین به نامه‌ای که نمایندگان مجلس نوشته بودن برای اعدام معترضان و گفته که حالا این اقدام داره از توی جمهوری اسلامی انجام میشه. نشریه اشترن به این موضوع اشاره کرده که در جمهوری اسلامی این دادگاهی که برگزار شده حتی اجازه تجدید نظرخواهی داده نشده و در مدت کوتاهی اعدام کردن محسن شکاری رو. همچنین در میان سیاستمداران هم خب این آخرین واکنش که ما داشتیم خانم حالا نیلا بربوک بود که به هر حال خبرش رو خوندی و خانم بربوک خیلی در این روزها داره تلاش میکنه که جامعه جهانی رو با خودش همراه بسازه بر علیه مقامات جمهوری اسلامی و نوشته که در واقع این اعدام ها نمیتونه مانع از آزادی خواهی مردم ایران بشه. در کنار او خانم لورنا دالگادو از نمایندگان پارلمان سوئد هم یک واکنش بسیار معناداری داشته. او گفته که در واقع اشاره کرده به بحث گشت ارشاد و گفته که نباید با این مسئله انحرافی ما بخوایم سرگرم بشیم. دیکتاتور ایران امروز محسن شکاری رو اعدام کرده و بسیاری هم در انتظار اجرای حکم هستند. خانم دلگادو همچنین نوشته که ما به تغییر نظام در ایران الان نیاز داریم. همچنین خانم هانا نویمن که خب بسیار شناخته شده هستش، نماینده آلمانی تبار پارلمان اروپا هست، او هم در واقع اشاره داشته به همین اعدام محسن شکاری در صفحه خودش، در صفحه توییتر و همچنین اینستاگرام خودش سرودی رو از دانشجو دانشگاه تهران که میگه که سفر
بچه را بمان و پس بگیر رو گذاشته و زیرش نوشته که رژیم ایران اینها رو افساد فلعرض میدونه و با این حال اعدام‌ها در ایران آغاز شد. و خب این هشداری هست برای مقامات جمهوری اسلامی، چرا که دوشنبه ما شاهد نشست شورای اروپا خواهیم بود و خبرنگاران اعلام کردند که در اون نشست قرار استش که تحریم‌های رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنند. از سوچتت ممنونم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی میکردیم. سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام محسن شکاری از بازداشتگان اعتراض تأخیر گفت این اقدام باید تبعات جدی برای حکومت داشته باشد. سازمان حقوق بشر ایران در وبسایت خود اعلام کرد اعدام محسن شکاری را به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند و خواهان اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اعدام معترضان است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تا کنون 458 شهروند در ایران کشته شدند. همچنین بر اساس احکامی که قوه قضاییه علیه معترضان صادر کرده، دست کم 12 نفر به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش 128 نفر از معترضان در استان سیستان و بلوچستان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و در کردستان و آذربایجان غربی 53 نفر جان باختن. همچنین در میان این کشته شدگان نام 63 کودک و 29 زن ثبت شده است. محمود امیری مقدم از مدیران سازمان حقوق بشر ایران از اسلو ما را همراهی می‌کنند. آقای امیری مقدم، از اعدام شتاب زده محسن شکاری آغاز بکنیم بحث رو، اینکه چرا اطلاع رسانی نشده بود، آیا روند دادرسی اصلا طی شده بود، آیا وکیل داشت، چطور صورت گرفته این اعدام؟ بله، درود بر شما. ببینید، خب حکومت سعی میکنه که همونطور که اجایی هم قبلا گفته با سرعت هرچه بیشتر احکام اعدام رو صادر و اجرا کنه و یک شکل قانونی هم بهش بده. در این حال بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پس از صدور حکم در واقع 20 روز مهلت هست برای اعتراض، برای اینکه در واقع این معترضان نتونن از این حق استفاده کنن. بلافاصله بعد از صدور حکم ازشون میخوان که اعتراضشون رو بدون مشورت با هیچ وکیلی بفرستند و گاهی وقتا هم طی 24 ساعت دیوان عالی هم همینطور تایید میکنه این احکام رو. چیزی که مهم هست اینه که متاسفانه بعضی از خانواده ها در این مورد اطلاع رسانی نمی کنند و جمهوری اسلامی هم در آمدانه سعی میکنه اطلاعات نسبتا غلط از طریق رسانه‌هاش منتشر کنه که اسم کسانی که محکوم به اعدام شدن و در خطر اعدام هستند بیرون درج نکنه که کارزار صورت بگیره. برای مثال بعضی از این قضات به خانواده‌ها یک امید واهی میدن که اگر سکوت کنند احتمال نجات جان فرزندشون بیشتره، که این واقعا یک دروغه. یعنی آمدانه فریب میدن این خانواده ها رو. بله. و من امیدوار هستم که خانواده های کسانی که فرزندانشون در خطر اعدام به سر میبرند سکوت خودشون رو بشکنند و اطلاع رسانی کنند، چون که از این طریق هست که هزینه این اعدام ها میتونه بالاتر بره. حکومت سعی میکنه با حداقل هزینه بیشترین ترس رو در جامعه ایجاد کنه از طریق اعدام. آقای امیری مقدم، در گزارش سازمان به حقوق بشر ایران گفته شده 12 نفر دیگر هم حکم اعدام دریافت کردند. از اونها برای ما بیشتر بگیم و اینکه به چه در واقع عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت این صدور احکام و اجرای اونها؟ ببینید، خب جمهوری اسلامی در واقع این احکام اعدام که در دادگاه‌های واقعی که صادر نشدند، اینها یک سری دادگاه نمایشی است، اینها میخوان یک تعدادی از معترضان رو اعدام کنند برای ترسوندن جامعه. در مورد حالا 11 نفر دیگری که احکامشون صادر شده هم ما فقط اطلاعات در مورد بعضی از اسامیشون داریم و در این زمینا
ببینم، بازم امیدوارم که خانواده ها یا وکلاشون اگر همکاری میکنند اطلاع رسانی کنند. ولی ما میدونیم اعدام مهمترین ابزار حکومت برای ایجاد ترس هست و متاسفانه فکر میکنیم که اگر اعدام محسن شکاری تبعات جدی برای حکومت نداشته باشه، هم از طریق اعتراض در داخل کشور و هم واکنش های بین المللی، میتونیم شاهد اعدام های بیشتری باشیم. به همین دلیل خیلی مهم است هم کارزارهایی که مردم میکنن در داخل کشور، در خارج کشور و هم واکنش های بین المللی. سپاسگزارم از توضیحات شما. محمود امیری مقدم از مدیران سازمان حقوق بشر ایران. مادر سامان یاسین خواننده رپر بازداشتی اهل کرمانشاه در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده خطاب به مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی گفت به داد پسرم برسید تا اعدام نشود. به پسرم حکم اعدام دادن. به خاطر رضای خدا حمایت کن. پسرم از وکیلش کردم، از مردم، از حقوق بشر، از همه خواهش دارم که به داد پسرم برسن، کمکم. کجای دنیا دیدیم به خاطر یه سطل آشقال جان عزیزی بودیدم. پسر من هنرمنده، پسر من آشوبگر نیست. مردم، من یه مادر جگر سخته هستم، به خاطر خدا به داد پسرم رسیم. پسرم بارم سر پسرم رو اعدام نره. این مردم هاوار داد بیداد، تو را به خدا به داد ما برسیم. نه سر زبایی دارم حرفی بزرم، نه داد به جایی میرسه. من یه داد بیجه بیدام. گزارش حاکی حمید قره‌حسن‌لو متخصص رادیولوژی که از محکومان به اعدام در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج است. همچنین فرزانه قره‌حسن‌لو کارشناس علوم آزمایشگاهی و همسر او هم به 25 سال حبس و تبعید به اهواز در دادگاه بدوی محکوم شده. همزمان کمپین هایی هم برای حمایت از این پزشک از سوی همکاران او آغاز به کار کرده. جامعه پزشکان معتقد است هدف از صدور حکم اعدام فشار بر جامعه پزشکی است. گزارش رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که کسبه سنندج در اعتراض به پلمپ مغازه ها تجمع کردند و پلمپ ها را شکستند. در نجف آباد هم اعتصاب ها در اعتراض به پلمپ شدن مغازه ها ادامه دارد. کسبه در روانسر مقابل فرمانداری تجمع کردند. امروز 17 بهمن کسبه به خاطر حمایت از مغازه داره که دیروز و پریروز تعطیل کردن پلمپ شدن، اینا اومدن حمایت کنن، تعطیلش کردن. سنندج، تیراندازی، خیابان فردوسی، مردم به نشانه اتحاد همه مغازه رو بستن. خیلی آقا بیخ، خیابان فردوسی بیاسم به انجام. بیاسم به انجام. سنندج عشق آخر زدن 17 آذر خیابون فردوسی میدون انقلاب شلوغ. بازار نجف آباد همچنان در اعتصاب به اعتراض به پلمپ کردن مغازه خیلی از همکاراشون، همچنان در اعتصاب موندن و مغازه رو باز نکردن و همجور هم که میبینید یه سری تجمعاتی از کاسبه ها شکل گرفته. آذر فرمانداری شهرستان روانسر به خاطر پلمپ کردن مغازه هایی که در اعتصاب سرویس پیش شرکت کرده بودن تجمع مردم. میلاد رسایی منش فعال سیاسی از استکهلم ما رو همراهی میکنند. یک نافرمانی مدنی گسترده رو شاهد هستیم در شهرهایی که ازشون نام بردیم. آقای رسایی منش، چطور ارزیابی میکنید اون رو و اینکه مغازه‌داران سعی میکنند پلمپ حکومتی رو بشکنند؟
درود بر شما. قبل از پاسخ به سوالتون آرزوی آرامش میکنم برای خانواده محسن شکاری عزیز و مردم ایران. جمهوری آدمکشان اسلامی یک صفحه سیاه دیگه به کارنامه سراسر جنایت خودش اضافه کرد با این قتل حکومتی. ببینید، اخباری که از ایران ما میشنویم حاکی از اونه که مردم در حقیقت عصبانی هستند. انقلاب رادیکالیزه شده و به نوعی مردم دارن سعی میکنن تا جایی که امکان داره به حاکمیت فشار بیارن. اینکه حکومت جمهوری اسلامی حمله میکنه و یه سری مغازه های رو پلم میکنه و عده ای از کسبه رو تحت فشار میذاره که همراهی نکنن با اعتصابات، به نوعی واکنش رو از جایی واکنشی از جانب مردم به همراه داره. مردم به کمک در حقیقت رفقای خودشون، به کمک سایر انقلابیون در حقیقت میشتابن و به این طریق در حقیقت سعی میکنن که انقلاب رو حمایت بکنن و از کسانی که به نوعی خط مقدم این اعتراضات قرار میگیرن، مغازه هاشون پلم میشه، در حقیقت حمایت بکنن. این به نظر من یکی از مدنی ترین، خشونت پرهیز ترین، انسانی ترین کارهایی هست که مردم در این مقطع دست بهش میزنن. در کنار اون ما میبینیم که حاکمیت چطور دست به جنایت میزنه و همچنان از مردمی که در حقیقت میگم خشونت پرهیز ترین مبارزات رو به نمایش گذاشتن دستگیر میکنه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه و غیره. این در حقیقت شکستن پلم ها رو باید در چارچوب همون مبارزات مردم و حمایت از کسانی دید که دست به اعتصاب در چند روز گذشته زدن. پلم کردن مغازه ها از سوی دیگه به آقای رسل منش نشاندنده ترس حکومت هست از اعتصاب ها. چرا میترسه از اعتصاب؟ نتیجه این اعتصابات چیه که به دنبال اون سعی میکنه کسبه رو مجازات بکنه؟ خب بحث اعتصابات یک در حقیقت المان مهم اقتصادی داره، یعنی باعث میشه که حاکمیت اون در حقیقت سازوکار اقتصادیش فشل بشه و به نوعی کشور و شهرهایی که در اعتصاب هستند بخوابه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید مثلا یه شهری در اعتصاب هست، علاوه بر اینکه بر اساس وضعیت اقتصادی در اون کشور شرایط به خصوصی پیدا میکنه، یک چهره متفاوتی از شهر رو به مردمی که در اون شهر زندگی میکنن و مردمی که خواهان تغییر هستند و به نوعی در این به این انقلاب پیوستن نشون میده که پس انقلاب زنده است، افراد زیادی هستند که با این انقلاب دارن همکاری میکنن و دست به اعتصاب زدن. در کنار این باعث اتحاد مردم میشه. ببینید جمهوری اسلامی با همین قطعهایی که انجام میده دائما میخواد ایجاد ترس و ارعاب بکنه در مردم و باعث بشه که اون بحث اتحادی که بین مردم هست از بین بره و مردم به خونه برن و به نوعی ساکت بشن. وقتی که یک شهری یا یک در حقیقت منطقه‌ای وارد اعتصاب میشه، این باعث اتحاد میشه. این در حقیقت نمایش قدرت مردم هست و به همین اعتبار در کنار اون بود اقتصادی و ضربه ها و لطماتی که اعتصاب به لحاظ اقتصادی به حاکمیت میزنه، این اتحاد مردم هم برای حاکمیت و عقیده من بسیار ترسناک است. به همین اعتبار هم است که میترسه این قضیه پلم کردن هم در حقیقت در همین چارچوب قابل تعریف، یعنی میخواد نشون بده که کسی که اعتصاب کرد باید تاوان پس بده و مردم اینو ببینن که اون کسی که در حقیقت اعتصاب کرده، ما رفت مغازش رو پلم کنیم و داره هزینه میده، در کنار اون این حرکت درخشانی که میان پلم ها رو میشکنن در چارچوب همون اتحادی هست که مردم احتیاج دارن برای اینکه یک بار برای همیشه پرونده این آدمکشان رو یکسره بکنن. ممنونم از شما میلاد رسیمنش، فعال سیاسی از استکهلم. یک شهروند 21 ساله به نام هومن عبداللهی که در جریان اعتراضات سراسری شب گذشته در سنندج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده بود، در اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. مراسم خاکسپاری او شبانه با حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرک حسن آباد سنندج برگزار شد. سنه 16 آذر شهید بون هومن عبداللهی.
ویدیوهایی رسیده از مراسم 40 مهرداد شهیدی از کشته شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به شکل گسترده‌ای در سطح شهر و اطراف منزل او مستقر شدند. چند روز پیش هم شهرداری عراق از تعطیلی آرامستان‌های این شهر خبر داده بود. نعیمه دوستا روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما همراهی می‌کنند. خانم دوستا، تصاویری که می‌بینیم مثلا آنچه که در عراق دیده میشه مطابق تمام شرایطی است که در برگزاری مراسم 40 سایر کشته شدگان دیده شد. نیروهای امنیتی به شدت در منطقه حضور پیدا می‌کنند، برخی آرامستان‌ها را می‌بندند. سوال من اینه که چرا حکومت ها این حد از مراسم یادبود کشته شدگان میترسه و حتی از خود کشته معترضان هم میترسه؟ خیزش انقلابی که ما اکنون شاهدش هستیم و نزدیک به 3 ماه هست که سراسر کشور رو در بر گرفته، از یک قتل حکومتی شروع شد و واکنشی که مردم به کشته شدن مهسا ژینا امینی نشون دادن. خب طبیعی است که به دنبال این خیزش و در واقع رفتار وحشیانه حکومت باعث شد که تعداد زیادی از هموطنانمون در سراسر کشور کشته بشن. کشته شدن اینها برخلاف اون چیزی که حاکمیت تصورش رو میکرد آتش رو خاموش نکرد، بلکه هر یک از مراسم تدفین این کشته شدگان و به دنبالش مراسم 40 اونها زمینه و فرصتی شد برای گرد همایی مردم و تجدید بیعتشون با در واقع این عزیزان کشته شده و فرصتی برای استمرار مسیر این خیزش انقلابی. طبیعی است که وقتی که در چنین مراسمی شعارهای ضد حکومتی سرداده میشه و تعداد زیادی از مردم که دیگه فراتر از اعضای خانواده اون شخص کشته شده هستن گرد هم جمع میشن و شعار میدن علیه حکومت، در مقابلش تحمل نکنه و دست به خشونت بیشتر بزنه و شاهد این بودیم که در مراسم 40 ها افراد تازه تری رو کشته. و حالا علاوه بر این که به هر حال این در واقع این سیستم رو ادامه میده، از همون جنازه های کشته شدگان هم همونطور که شما اشاره کردید نمیگذره، تلاش میکنه که این جنازه ها رو برواید به این امید که بتونه اونا رو در یک شرایط کنترل شده تری به زخم خودش تدفین بکنه در حالت شبانه یا در محل هایی که خانواده با خواست خانواده مغایرت داره، دور افتاده است در روستاها و به این ترتیب شاید بتونه جلوی این گرده همایی های اعتراضی رو بگیره. ولی تا اون الان ما اون چیزی که شاهد بودیم این بوده که این مراسم تبدیل شده به
فرصت‌های تازه‌تری برای اعتراض و هر کدوم از این کشتارها خشم مردم رو بیشتر کرد. شما اشاره کردید به اینکه این جمع شدن مردم در هر کدوم از این مراسم ها، چه سوم، چه هفتم، چه چهلم کشته شدگان، بیعت اونها هست با این کشته شدگان و اینکه ادامه خواهند داد این مسیر رو. اما چه پیامی برای حکومت داره این قضیه و در واقع شرایط رو به چه سمتی میبره این همبستگی کلی؟ اگر کوتاه بفرمایید. پیامی که برای حکومت داره اینه که این خیزش چیزی نیست که بشه با کشتار و با سرکوب، با دستگیری و حتی با اجرای حکم اعدام اون رو ساکتش کرد، سرکوبش کرد. امروز مشاهده این بودیم که به دنبال منتشر شدن خبر اعدام یکی از این معترضان، خشم عمومی دست کم از فعلا در شبکه‌های اجتماعی بسیار شعله ور شده و احتمال داره که این به سطح خیابون‌ها هم کشیده. از توضیحتون ممنونم نعیمه دوستان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مال. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جواد رضایی لفمجانی 48 ساله روز 25 آبان و با شلیک مستقیم ماموران حکومت در لاهیجان کشته شده است. در گواهی فوت جواد رضایی علت مرگ اصابت تیر عنوان شده. به گفته خانواده او بعد از شلیک گلوله به جواد رضایی، ماموران حکومت او را به رشت انتقال داده و در نهایت در آرامستان آقا سید محمد لاهیجان به خاک سپرده شده. مسعود رضایی، برادر جواد رضایی، از کشته شدگان خیزش انقلابی از سوئیس ما را همراهی می‌کنند. خیلی متاسفم برای اتفاقی که افتاده. تسلیت ما را در ایران اینترنشنال بپذیرید. آقای رضایی، برای ما بگید در مورد جزئیات نحوه کشته شدن برادرتون. با سلام به شما و عرض تسلیت به همه مردم ایران و آرزوی مرگ و نابودی هر چه سریع‌تر این دیکتاتور ضحاک صفت. جواد عزیز ما به دنبال فراخوان 3 روزه قبلی که برای 24 25 و 26 آبان بود که دعوت به اعتراض بود و دعوت به اعتصاب عمومی، در روزهای 24 و 25 به مغازه ها می رفتن مردم، اونایی که باز بودن و دعوت می کرد بستن و می گفت که آقا ببندید، مردم دارن می میرن، جوان ها، بهترین جوان های ما. و شبا هم که می رفت برای شعار نویسی با شابلونی که خودش درست کرده بود، بچه هنرمندی بود، می فهمید از ستمی که داره به مردم میشه و میرفت شعار نویسی و با همرزمانش طبق معمول میرفتن شرکت میکردن، دعوت به حضور در راهپیمایی و اعتصاب میکردن. شب 25 طبق روال همیشه میره به محله شیشه‌گران که محله شناخته شده هست تو لاهیجان از بابت تجمعات و اعتصاب، و اونجا درگیری رخ میده بین ماموران و معترضین و جواد به قصد راه کردن یکی از معترضین خانم از دست ماموران به ماموران نزدیک میشه و در نتیجه کلیک میکنن مامورا به سمت جواد از فاصله بسیار بسیار نزدیک، به شکلی که این گلوله‌های ساچمه‌ای در یک فضای خیلی کمی در بدنش، اندامهای حیاتی بدنش پخش شده بوده و هم رزمانش موفق میشن اینو رها کنن، از دست ماموران ببرن کلینیک، ولی در همون مسیر کلینیک جان عزیزش رو تقدیم وطن میکنه. هم رزمانش مجبور میشن اونجا رو ترک کنن. ظرف 20 دقیقه نیروی امنیتی شهر لاهیجان میاد بیمارستان قرنطینه میکنن و پیکر جواد رو میبرن رشت و همین رویه شناخته شده برای همه بیش از 400 شهید انقلاب ما برای جوادم تکرار شد. آقای رضایی، اجازه بدید از خود جواد رضایی ازتون بپرسم، از نگاهش به این خیزش سراسری و اینکه پیام خود شما چی هست برای خانواده هایی که در این 3 ماه گذشته مخصوصا عزیزانشون رو به دست حکومت از دست دادن در مسیر خیزش انقلابی؟ خب ما به وضعیتی رسیدیم که دیگه نمیشه عقب رفت و باید به جلو بریم، باید راه عزیزانمون رو ادامه بدیم، هر کس به هر شکلی که براش مقدور هست.
و یه چیز دیگه هم که هست که من واقعا با توجه به این اعدامایی که هست اینه که واقعا رسانه‌ای کنن، سکوت نکنن. ما هم تعهد دادیم بارها، سه بار چهار بار که آقا مراسم نگیرید، رسانه‌ای نکنید، ولی باید سکوت نکنن، باید اعلام کنن. بعد از اعلام هموطنان در داخل کشور که ما میتونیم خارج از کشور یه فعالیت کنیم، راهپیمایی کنیم، اعتراض کنیم، جلوی سازمان ملل بریم، با روزنامه ها تماس بگیریم. واقعا الان شاید مهمترین چیز اینه که عزیزان ما، خانواده های اونایی که کشته میشن، شهید شدن در راه این انقلاب، سکوت نکنن. خصوصا الان که خطر اعدام هست برای خیلی از دستگیر شدگان. آقای رضایی، فکر میکنید که در واقع هر زمانی هر اتفاقی که به این صورت میفته که خانواده عزیزش رو از دست میده، وقتی که رسانه این نمیشه، نتیجهش چه خواهد بود؟ اینکه آیا فکر میکنید که به هر حال حکومت عقب نشینی میکنه از این قضیه وقتی که رسانه این میشه، و در زمانی که رسانه این نمیشه کمتر به این کار دست میزنه؟ اگه ما به تجربه‌ای که توی این سالها به دست آوردیم نگاه کنیم، هر وقت موضوعی رسانه‌ای شده بهتر بوده در جهت منافع و اون شخص دستگیر شده بوده یا شخص در معرض اعدام بوده، ولی وقتی سکوت باشه رژیم هر اون کاری که فکر میکنه میتونه بکنه رو انجام میده. ولی حالا که حساسیت ها زیاده، حالا که کل دنیا توجه شده، معطوف به ما شده، بهتره، به بازم موثرتره که رسانه‌ای بشه، چون سکوت در واقع خطری که متوجه عزیزان ما هست رو بیشتر و بیشتر میکنه. پس سکوت نکنید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید آقای رضایی و با ما صحبت کردید. مسعود رضایی، برادر جواد رضایی، از کشته شدگان خیزش انقلابی از سوئیس ما رو همراهی میکردن. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، در هفته‌های اخیر 4 شهروند یهودی در تهران و 1 شهروند یهودی در شیراز بازداشت شدند و با وجود تلاش رهبران جامعه یهودیان ایران، تنها 1 نفر از بازداشت شدگان آزاد شده است. وبسایت خبری محبت نیوز گزارش داده برخی از رهبران جامعه یهودیان ایران تحت فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به یهودیان در کنیسه‌ها هشدار دادند نباید در اعتراضات شرکت کنند و در صورت دستگیر شدن آنها، انجمن میان هیچ اقدامی برای آزادی آنها نخواهد کرد. همکارم بابک اسحاقی ما را همراهی میکنه از تل آویو. بیشتر از تو بشنویم درباره دستگیر شدگان و آنچه که از سوی در واقع یهودیان، جامعه یهودیان در ایران منتشر شده در این زمینه. خبر اولین بار در هفته گذشته از طریق کانال 11 اسرائیل به گوش ما رسید که خبر از دستگیری چند جوان یهودی در ایران داده بود. امروز ما گزارش میدیم که بین 4 تا 5 نفر جوان یهودی در تظاهرات در 2 ماه گذشته در ایران دستگیر شدند. بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده، 1 نفر از آنان در شیراز و بین 3 تا 4 نفر در تهران دستگیر شدند. جزئیات برخی از دستگیر شدگان به صورتی منتشر شده. یکی از آنان به گفته سایت هرانا، نام اون نتان ماشیخ یا نتان مسیح هستش که در دانشگاه هنر و معماری پارس در 4 آبان دستگیر شده. مادر او گفته که او برای نامنویسی به همراه چند تن از دوستانش به دانشگاه رفته و در کنار چند نفر دیگه دستگیر شده. نام جوان دیگری که از اون نام برده شده روبن هستش که او هم در تهران هستش. در ابتدا جامعه یهودیان تصمیم گرفت که در سکوت امکان آزادی این دستگیر شدگان را فراهم بکنه و بیان یکی که چندی پیش هم در رابطه با محکوم کردن تظاهرات از طرف جامعه کریمیان در تهران انتشار داد در همین روند بود، اما با نتیجه نرسیدن به این تلاش ها جامعه یهودیان بسیار نگران از وضعیت دستگیر شدگان هستش که شاید به خاطر یهودی بودن اونها با برخی مشکلات سختری روبرو بشن و حتی در خطر اعدام قرار بگیرن. شب گذشته جامعه یهودیان ایالات متحده و روحانیون دینی در این کشور
کشور از یهودیان در سراسر جهان خواستند تا برای آزادی این جوانان یهودی دستگیر شده نیایش بکنند. این درخواست که از سوی خاخام نتان الی انتشار یافته از یهودیان میخواد که امشب برای آزادی این جوانان در کلیساها و خانه ها شمع روشن کنند. در حال حاضر از وضعیت دیگر دستگیر شدگان اطلاعی در دست نیست. بابک اساقی از تل آویو، ممنونم از توضیحاتت. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی وارد این کشور شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه رسما از رئیس جمهور چین استقبال کرد. شی جین پینگ در اجلاس سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم شرکت خواهد کرد. چین که یکی از واردکنندگان نفت عربستان است، به دنبال گسترش روابط اقتصادی خود با این کشور به خصوص در حوزه انرژی است. دامون گوریز پژوهشگر مطالعات صلح امنیت بین‌الملل میگوید چین میخواهد با استفاده از خلأ حضور قدرت‌های غربی در خاورمیانه نقش خود در این منطقه را تقویت کند. با خروج ایالات متحده از افغانستان، ترک آرام توسط امریکا به عنوان یک برنامه دراز مدت که فرای کدام رئیس جمهور هم سر کار باشه در واشنگتن، همچنین افول نفوذ بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت اروپایی به طور تاریخی در منطقه و جنگ پوتین در اوکراین، این مسائل باعث شده که یک نوع خلأ قدرتی پر بشه به وجود بیاد در چند سال گذشته در منطقه، و این خلأ قدرت رو اتفاقا چین میخواد پر بکنه با کمک عربستان سعودی و دیدارهایی که فقط هم به عربستان محدود نخواهد شد، بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس و مشخصا هم شورای همکاری خلیج فارس هم در اون حضور دارن. این نشون دهنده اینه که چین میخواد قدرت و نفوذ خودش رو از یک طرف با عربستان گسترش ببخشه، برخلاف سرد شدن روابط با امریکا که نمونه اخیرش رو در ماه اکتبر مشاهده کردیم در خصوص زیر پا گذاشتن تقاضای بایدن از عربستان برای صدور بیشتر نفت که قیمت نفت رو پایین تر بیاره. اینا همه نشون دهنده اینه که ما با یک واقعیت جدیدی در منطقه مواجه هستیم که در اون چین میخواد نقش بازی بکنه و منافع مشترک در ابعاد مختلف رو با عربستان داره. پیش از پایان این بخش از پوشش ویژه خبری اعلام کنم که شماری از فعالان سیاسی آلمانی و خارجی در این کشور طی یک برنامه از پیش اعلام نشده مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند و ضمن اعلام حمایت از خیزش سراسری در ایران و محکومیت اعدام محسن شکاری در سفارت جمهوری اسلامی را قفل کردند. پلیس آلمان ساعتی بعد با حضور در این محل قفل در سفارت جمهوری اسلامی در برلین را باز کرد. حتما جزئیات بیشتر و اگر تصاویری هم این زمینه به دست ما برسه در بخش‌های بعدی خبر با شما در میان خواهیم گذاشت. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو در ایران اینترنشنال همراهی کردید. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران این پوشش ویژه خبری از ایران اینترنشنال ادامه خواهد داشت.